بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل آویو همراه ما هستن. آقای بن سبتی، اسرائیل تهدیدهای حوثی‌های یمن رو در شرایط فعلی در چه سطحی می‌بینه و قراره که چطور با اونها مواجه بشه؟ ببینید، حوثی‌ها از نظر نیروهای نیابتی رژیم جمهوری اسلامی در حد پایین‌تری قرار دارند در نظر اسرائیل، البته در نظر نیروهای اطلاعاتی اسرائیل، و از همین جهت تا حالا باهاشون یک رفتار فقط اطلاعاتی بود و زیاد بر اونها فشاری مثلا به وجود نیاوردن. و الان این مسئله داره تغییر میکنه. هم ما موشک‌های دوربردی رو دیدیم که ساخت جمهوری اسلامی هست و اونها از یمن شلیک کردن، و الان هم میبینیم که این کشتی رو توقیف کردن که فقط صاحبش از راه دور قسمتی از سهامش مال یک شخص اسرائیلی هست و هیچ ربطی در واقع به اسرائیل نداره. اینها یک گروگان‌های بیخودی گرفتن و اینها مثل اینکه به نظر میاد میخوان درجه درجه پله پله این سطح نبرد خودشون رو، سطح بودن خودشون رو در این نبردهایی که به وجود اومده در این منطقه بیشتر و بیشتر کنن، و شاید اسرائیل واقعا برسه به اون مرحله‌ای که چاره‌ای نداشته باشه جز جوابی دندان شکن، همون جور که به حماس داره جواب میده. شاید چاره غیر از این نبینیم در آینده نزدیک. حتی با توجه به اینکه شما گفتید در واقع تهدیدهاش رو به صورت مرحله‌ای داره افزایش میده، از پرتاب موشک حالا رسیده به حمله به مواضعی که فکر میکنه مال اسرائیل، فکر میکنید چه تبعاتی داره برای جمهوری اسلامی با توجه به اینکه میدونیم حوثی‌ها از سمت جمهوری اسلامی حمایت میشن؟ ببینید، بنادر اسرائیل و صادرات و واردات اسرائیل جزء شریان حیاتی این کشور محسوب میشن. و چرا من این جمله رو گفتم شریان حیاتی؟ چون امروز ظهر قبل از این حمله رهبر رژیم جمهوری اسلامی میشه گفت مجرم میشه شناخت، بعد از اینکه در سخنرانی خودش گفت که باید شریان‌های حیاتی اسرائیل رو قطع کنیم و خطوط حیاتی رو که صادرات و واردات بهش میکنن قطع کنیم، و چند ساعت بعد همچین اتفاقی میفته. البته این اتفاق برنامه ریزی شده است، این فقط این نیست که سخنرانی اون بکنه و این انجام بشه، ولی ما کلن میبینیم که جمهوری اسلامی میاد خودش رو در واقع از یک طرف نشون میده که متهم هست، از یک طرف سر باز میزنه، پشت حماس رو خالی میکنه، ولی حرف یک طرف و عمل یک طرف. در عمل جمهوری اسلامی داره آتش رو به سوی خودش هدایت میکنه واقعا، و دور نیست اون روزی که واقعا شاید این دو ناو هواپیمابر آمریکا و اون زیردریایی و دیگر مسائلی که شاید در این مسئله به وجود بیاد به خاطر اشتباهات محاسباتی رژیم جمهوری اسلامی، اینها آنچنان آتش رو به سوی خودشون هدایت کنن که یعنی در واقع چاره‌ای برای غرب و نه فقط اسرائیل. من فکر کنم خیلی از کشورها الان میفهمن رابطه رژیم رو با این مسائل و چاره‌ای برای اونها باقی نذارن. متشکرم از توضیحات شما. بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل، تل آویو.